هزار و یک شب. چون شب 390 برآمد، گفت ای ملک جوان، پس من از نزد عبدالله به در آمده به سوی فضل رفتم و قصه خود به ایشان فرو خواندم و حالت خود را به دیشان آشکار کردم. ایشان گفتند خدا یاری کند و تو را از خلق بی نیاز کند و به روزی تو کفیل شود که او به هر چه خواهد قادر است و از بندگان خود آگاه است. پس من از نزد فضل و جعفر بازگشتم و به سوی عبدالله ابن مالک برفتم. دلتنگ و شکست خاطر بودم و آنچه از ایشان شنیده بودم با عبدالله بگفتم. عبدالله گفت باید امروز نزد من به سر بری تا ببینم که خدای تعالی چه مقدر کرده. من ساعتی در نزد عبدالله بنشستم. ناگاه غلامک من بیامد و گفت یا سیدی، به در خانه استران بسیار با بار هستند و مردی هست که میگوید من وکیل فضل و یحیی پسران جعفر هستم. عبدالله ابن مالک گفت امیدوارم که این علامت علامت فرج باشد، برخیز و نظر کن. پس من برخواستم و به سرعت به سوی خانه خود بیامدم. مردی به در خانه خود دیدم. ورقه در دست داشت که در آن ورقه نوشته بودند که چون ما سخن تو را بشنیدیم به سوی خلیفه رفتیم و او را آگاه کردیم که سعید را تنگ دستی روی داده و کار بر او دشوار گشته. خلیفه ما را فرمود که از بیت المال 1000 درم به سوی تو بفرستیم. ما به خلیفه گفتیم که این درم ها به وام خواهان صرف خواهد کرد، پس نفقه او از کجا خواهد بود؟ خلیفه فرمود که 300,000 درم به سوی تو بیارند و ما نیز هر یک از مال خاص خود 1000 درم از بحر تو فرستادی. تو به این درم ها وام خود را ادا کن و کار خود به اصلاح بیاور. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.